سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما رو دارین از کانال کریپتو فانده در یوتیوب تماشا میکنید توی این ویدیو میخوام در خصوص بررسی میزان بازدهی استراتژی اس ام 5 و 10 توی 300 تا ارز اول بازار کریپتو در سه تایم فریم یک ساعته، چهار ساعته و یک روزه با شما مطالبی رو به اشتراک بذارم. اگر به این موضوع علاقمند هستی، به موضوع بک تست استراتژی علاقمند هستی، پیشنهاد می‌کنم ادامه ویدیو رو با ما همراه باشید. قبل از هر چیزی حتما یه قلم و کاغذ بردارید و مطالبی که تا این ویدیو خدمتتون عرض میکنم و حتما یادش برداری کنید چون مطمئن هستم در ادامه خیلی به دردتون خواهد خورد خب همونطور که میدونید بحث استراتژی معاملاتی برای هر معاملگری اهمیت ویژه‌ای داره بدیهیه که هر معاملگری که میخواد تو بازار واقعی خرید و فروش بکنه قبلش میاد اون استراتژی که مد نظرش هست و روی یا ارز مورد نظرش در تایم فریم که انتخاب کرده میاد یه تست میگیره ببینه اصلا این استراتژی بهش با... چقدر بازدهی میده بر اساس داده های گذشته این بازدهی چقدر میتونه براش جذاب باشه اصلا این استراتژی به درد این عرضه میخوره یا نه خب بعدی هر گری در بر اساس تجربهش در طول زمان تعدادی استراتژی معاملاتی بر خودش انتخاب کرده و بعدی هیه که از اونها توی معاملات خودش میخواد از استفاده بکنه اما اینکه کدوم یکی از اونها میتونه بازهی بهتری بده خب اهمیت ویژه داره بعدی هیه توی سوشیال مدیا شما برخورد کردین دیگه با کلی از این ویدیوهای آموزشی و صفحات اینستاگرامی که به شما مثلا میگه که این استراتژی 10x یا 100x بازدهی یا عدده خیلی بیشتر از این بازدهی داشته ولی هیچ کسی نمیاد بگه که این استراتژیه که انتخاب شده تو چه بازه زمانی در چه تایم فریمی بیشتر این بازدهی رو داشته آیا با همین پارامترهایی که انتخاب شده این حد اکثر بازدهیش بوده یا نه آیا میشه اینو بهینش کرد مثلا الان ما رو 5 و 10 داریم کار میکنیم رو اس ام ای 5 کراس اگه این 5 دهه به فرض میگم 6 و 12 باشه 4 و نه باشه آیا بازدهی بالاتری میدهد یا نه که اینا میشه نکاتی که من توی این ویدیو و ویدیوهای بعدی که براتون آماده کردیم به تدریج به اشتراک میذاریم به این مباحث میپردازم و از همه مهمتر اینکه در نهایت این اپتیمایزیشن هم انجام میدیم یعنی در بین این همه استراتژی که الان بهتون میگم کدوم ها رو میخوایم تست بکنیم میگم می تازه حالا اگرم اپتیمومش بکنی یه مقدار بازدهی بیشتر میشه خب توی این ویدیو میخوام در خصوص استراتژی مورد چالش هاش انواعش فرضیاتمون که توی این تست استفاده کردیم میزان بازدهی بر اساس این بکتیس که انجام شده در سه تایم فریم و بهترین استراتژی و بهترین بین این پارامترها با هم صحبت بکنیم خب استراتژی معاملاتی همونطور که حالا توضیح داده شد یه روشیه که یه معامله برای خرید و فروشش تو بازار استفاده میکنه فرق هم نمیکنه این بازار, بازار بازار بورس ایران باشه بازار بورس بین الملل باشه فارکس باشه و بازار کریپتو یا کامودیتی که حالا توش دارن کالاهای مختلف خرید و فروش میکنن خب قبل از هر چیزی به این اشاره کنم که این هیچ توصیه اقتصادی برای خرید و فروش نیست فاینانشال ادوایزی نیستش که شما بگین همین است و غیر بهتون روش استفاده رو به شو یاد میدم که چجوری از این قابلیت استفاده کنید اما اینی که بخواین حالا تو معاملاتتون ازش استفاده بکنید تو تایم فرم های مختلف نیازمند یک سری به قول معروف پیش ها و تغییراتی توی معاملات توی معاملات الگوریتمیتون هست یا استراتژی معاملاتیتون هست که باید انجام بدید پس اگر بر اساس این دارین خرید و فروش میکنید ریسکش کاملا مرته خودتونه چالش های استراتژی واقعیتش اینه که خب ما داریم بر اساس دیتا تاریخی گذشته میایم تصمیم میگیریم و بک تست میزنیم بازدهی در میاریم میگیم اگر این استراتژی رو انتخاب کرده بودیم در طی این مدت اخیر مثلا چقدر بازدهی میده پس داریم برمیگردیم همش به گذشته تاریخی دقیقا همون اتفاقی که تو تحلیل تکنیکال داره میفته یعنی شما داری بر اساس اطلاعات گذشتهت میای تصمیم میگیری می که به چه صورتی حالا حالا مثلا در آینده این روند میتونه ادامه پیدا کنه اون قصه رگرسیون بچههایی که تو حوزه آماری کار کردن بیشتر نسبت به این مسئله آگاهی دارن خب تغییرات روند بازار همیشه مواردی که باعث میشه شما اون بکتستی که زدین احتیاج به آپدیت داشته باشه بازار وقتی که الان تو همین وضعیتی یعنی امروزی که براتون دارم این ویدیو رو تهیه میکنم حالا بیتی بی افتی هم کرد بابت این ورشکستگی بانک سیلیکون ولی و خوب یه تاثیر منفی روی بازار داشت همین یه ذره بالا یه ذره پایینش خروجی این سه ماه گذشتهش این هست که با هم در ادامه خواهیم دید و خب اگر بازار یه دفعه روندش عوض کنه احتیاج هستش یعنی بره تو حوزه بولیش یا بیریش بشه نیازه که شما استراتژیتون رو در هر ارزی که دارین بررسی میکنید دوباره مورد بازنگری قرار بدید شناسی الگوی همراه با تغییر اون خب تاثیرات قابل توجهی رو چالشه یعنی از مهمترین بحث چالش استراتژی هست ثابت بودن الگو در تایم فریم های مختلف هست که عملا یه اصطلاحی وجود داره میگن وقتی که پترنی دیتکت میشه یک الگویی رو شما پیدا میکنید از روند قیمت توی حالا ارز دیجیتال باشه فارکس باشه یا هر بازار مالی دیگه عملا اون کیل شده یعنی از بین رفته از بین خواهد رفت پس این بیانگر این مسئله است که شما مرتب باید خودتون رو آپدیت بکنید هاتون رو چک بکنید تغییرات توش اعمال کنید و الی آخر موفقیت الگو در ارزهای خاصه یعنی اینکه بعضی از این استراتژی توی یه سری ارزها فوق العاده خوب جواب میده و بر اساس همین موضوع هست که ما اومدیم 300 تا ارز اول بر اساس مارکت کپ رو در نظر گرفتیم در تاریخی داشتیم بک تستو میزدیم که بیایم ببینیم که حالا میدونید دیگه بیشتر حدود 80 و 4 5 درصد بازار در 100 تا ارز اول مارکت کپ به قول معروف گنجونده شده و روند بازار اونا می میکنن اما خب ارزهایی هستن که یه دفعه با یه پامپی از رتبه های 300 200 یه دفعه میان نزدیک 100 و عملا میان توی رادار معامله قرار میگیرن که خب اونها رو هم بررسی کردیم و نکات مربوط به اون رو خدمتتون عرض میکنم استراتژی که ما توی این موضوع در انتخاب کردیم کراس 50 تو به صورتی که میگم تو روندهای رشد یعنی اگه میخوایم مثلا اثبات بزنیم یا فیوچرز لاین بگیریم میگن بای کن زمانی خرید انجام بده زمانی که اسمه پنج از پایین به بالا اسمه 10 رو قطع کرده این کراسه یعنی اتفاق افتاده و قیمت بالای اسمه 5 با دو تا کندلی که بالای اسمه پنج قرار گرفته یعنی عملا تاییده رو گرفتم و زمانی بفروش که اسمه 5 از بالا به پایین قطع کرده اسمه 10 رو و پرایس هم زیر اسمه 5 هست دیگه فقط همون کندل اول که اتفاق میفته بره توی حالت فروش و ضمناً استابلاس هم, هم گذاشتم اگر قیمت اومد زیر قیمت روز قبل این تغییر یعنی از پوزیشن خارج رو کلوز بکن و دیتا تو رو روز به روز آپدیت کن خب این عملا داریم ما یه خط در این بکتسی که انجام میدیم آماده میکنیم استراتژیمون رو که بیایم روش یه ربات بنویسیم یه ربات معامله گر خیلی چیز پیچیده ای هم نیست در ادامه این بحث مطالب خیلی جذابتری در خصوص این و این که اصلا ربات چجوری میشه ساخته بشه چجوری میتونید شما از این خدمات استفاده بکنید رو خدمتون عرض میکنم تو حالت بیریش هم کراس اوور کنه اس ام پنج و ده یعنی حالا میگم بیشتر بحث چیز میشه فیوچرز میشه تو معاملات شورت که بفروش زمانی که اس ام پنج کراس میکنه زیر اس ام ده و قیمت زیر اس ام ای پنج هست با دو تا کندل و خرید بکن زمانی که برعکس این اتفاق میفته مطابق اون چیزی که توی تصویر مشاهده میکنید خب خیلی ساده شما میتونید بیاید استراتژی های مختلف رو چک کنید. پس من با این پیش دارم چک میکنم بدیهیه که شما مثلا این دوتا اینتروال رو بزنید یه دونه یه کندل بالاتر یا اینکه اصلا این قسمت سوم که میگم پل... استاپلاسش رو بیا قرار بده زیر استاپلاس مثلا روز قبلش قیمت قبلیش و میتونید اینا مثلا حذفش بکنید که حالا در ادامه بحث شارپ‌ریشیو که خدمتتون میگم متوجه میشین که چقدر تاثیر میتونه تو اینا داشته باشه پس یکی از این پارامترها رو تغییر بدید کل این داستان نیازمند بازنگریه فرضیات پارامترم کم تو گدام 300 اول, اول بازار رو صرافی بایننس زدیم بازه زمانی 90 روز گذشته ای این هرزها رو در نظر گرفتیم یعنی از نظر تاریخ سال خورشیدی بخوایم بهش نگاه کنیم سال 1401 عملا دیتا از اواخر پاییز تا از اواسط پاییز تا اواسط زمستان 1401 مورد محاسبه و بکتست قرار گرفته و قیمت ها هم بر اساس معاملات اثباته یعنی اگر شما بیایید دیتا فیوچرز رو بگیری عملا این یه مقداری میتونه توی میزان بازدهی یه ذره تغییر داشته باشه که خب ما بیشتر رو جنبه آموزشی داریم تاکید میکنیم بدیه کسایی که علاقمند به حالا صورت حرفه ای اینو دنبال بکنن فارغ از اینکه در چه بازاری دارن کار میکنن نیازمندی که استراتژیشون رو بنویسن یا و بیارن تو این مدل ها بک تست بزنن خب قبل از اینکه بیام بگم چه استراتژی در نظر داشته باشید که من تمام این سایت هایی که در حوزه بک تست و اپتیمایزیشن هست رو چک کردم این گزارشی که خدمتتون میگم یک گزارش منحصر به و بی‌نظیریه که تو هیچ سایتی نمیتونید پیدا کنید که بیاد در تایم فریم های مختلف روی کل حالا اصل بازار روی این 300 تا ارز اول بازار بیاد یه همچین کاری رو انجام بده و در بیاد حتی بهتون میگه که با حالا اون نسبت آر به آر کدوم رو میتونیم مثلا استاپ و تک پرافیت ما کجا بذارم وقتی دارم میخرم اینا نکاتیه که شما به صورت یکجا تو هیچ کدوم از این سایت ها پیدا نمیکنی و از این بابت من خیلی خوشحال هستم که تونستم این اطلاعات رو تهیه کنم و به صورت رایگان برای شما به اشتراک بذارم ضمنا در نظر داشته باشین که این ویدیو و ویدیوهای ادامه که مربوط به بکتس سایر استراتژی ها هست کاملا رایگان توی کانال کریپتو فاندر به اشتراک گذاشته میشه ولی فقط داستانی که این ویدیو به صورت پابلیکه الباقیش ویدیوهای بعدی که در اختیارتون قرار خواهد گرفت صرفا برای کسی که کانال رو سابسکرایب کرده که سابسکرایب کاری نداره نه هزینه داره نه چیز فقط این دکمه این پایین سمت راست روی این لوگوی بزنی سابسکرایب و اون زنگوله جلوش هم تیک بزنید نه. که تمام نوتیفای هایی که مربوط به آپلود ویدیوهای جدید هست برای شما ارسال بشه و بتونید نظرش استفاده کنید پس اگر تا الان کانال ما رو دنبال نکردید هم الان سابسکرایب کن و اگر به این موضوع علاقمند هستی حتما دمج... دکمه زنگوله رو بزن که بتونید در ادامه از ویدیوهای ما استفاده کنید بکتست توی این استراتژی ها قرار انجام بشه ترکیب قیمت و اسمه 5 و 10 10 و 20 30 و 50 ایمه 9 و 12 12 و 26 و 12 و 50 زمنان نه الگوی به معروف خیلی عمومی که در مووینگ اورج توی بازار استفاده میشه مطابق تصویر سمت راست در ادامه این نه تا استراتژی هم اضافه میشه گلدن کراس یکی گلدن اند کراس که روی مووینگ اورج 50 و 200 هست هم در ویدیوهای بعدی به عنوان بک تست قرار میگیره و میایم ببینیم که چقدر بازدهی داده بر اساس دیتای تاریخی روی ارزهای مختلف و از همه مهمتر میخوایم اپتیمایزش هم بکنیم ببینیم که چقدر میتونه این اپتیمایز کردن باعث رشد قیمت این باشه رشد قیمت که افزایش بازدهی بشه خب این بهینه سازی و اپتی... اپتیمایزیشن بر اساس هوش مصنوعی و استفاده از پا... یعنی جایگزاری و تغییر میزان پارامترهای مثلا همین اه... نمونه گذشته رو نگاه کنیم مثلا 5 و 10 اگه مثلا بشه 7 و 13 م... میتونه خیلی مثلا بازدهی بهتری داشته باشه بر اساس این داره انجام میشه و نکته مهمش اینه که تو با تو ما این پارامترها رو داریم جابجا جا میکنیم و تقریبا بالغ بر هزار حالت مختلف داره تست میشه به فرض میگم روی اسمه ای همین پنج و ده اپتیمایزیشن که انجام شد روی خدمتون ارز یا سی تا ارز اول بازار تایم فریم دیلی تازه ساعتی هم نه چهار ساعت و سی دقیقه یا 15 و پنج دقیقه هم نه تقریبا چیزی حدود پنج ساعت سیستم درگیره این تحلیل بود که حالا نتیجه سر رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت و بحث تنظیم آر بهینه است که به ما کمک بکنه که بهترین بازدهی رو بگیریم این فایل مربوط به این و فایل اکسل و بقیه چیزایی که در ادامه خدمتون عرض میکنم در کانال تلگرام ما قرار میگیره که شما میتونید فایل این هم استفاده کنید خب من برم سراغ فایل اکسل میام رو س... روی تایم فریم دیلی اس ام ای 5 و ده رو تایم فریم یک روزه من این سفر رو بزرگ بکنم که شما هم بتونید ببینید امیدوارم که تو تصویر این خوب باشه حالا من اسکرول میکنم دیگه حالا یه مقداری اگه این اینجا بذارید بکنیم بهتره اینجا من فریزش بکنم که وقتی بزرگ میشه اینا بدونیم دنبال چی داریم میگردیم خب من دوباره سفر برگردم به این حالت ببینید اینجا تقریبا چه تعداد من بیام پایین البته 359 ردیف حالا بگیم 358 ردیف ارزهای مختلفی که تو صرافی بایننس بوده و سیصد تا اول بازار بوده که از دلش ما استیبل کوین ها رو در آوردیم خب تو ردیف اول من میخوام بگم که اگر این اس ام ای رو تو تایم فریم دیلی بهش نگاه بکنیم برای بیت کوین چهارده و سه دهم درصد 14 ماه 53 صدم درصد بازدهی داشته در سه ماهه اخیر که تو اون بازه زمانی خدمتون گفتم که حالا بعضی موقع پیش میاد که شما میگی من یه عرضو میخرم مثلا کاری باش ندارم میندازمش کنار میرم اگر این اتفاق افتاده بود طرف به جای این استفاده از اس ام ای 47 درصد بازدهی داشته شارپ ریشیو 1 ممیز و بیشترین ماکسیموم دراب که بیت کوین داشته خدمتون عرض شود که 7 7.34 درصد بوده یعنی اگر طرف بیت کوینش حالا تو همین بازه نگه می داشته فقط 7 درصد می اومده تو ضرر که حالا به نظر میاد نسبت به بازدهی که گرفته بازدهی جذابتری باشه ماکزیموم درادانی که انجام شده و خدمتتون اصلا وین ریت که حالا همگی با هر این بازار داره کار میکنه باش آشنا هست 33 درصده که خب آردی آل روکس که می مثلا حالا ویدیوهاش اگر دیده باشین بین حالا اگر این وین ریت بیاد بالای 70 درصد برای شما خیلی میتونه جذاب تری باشه یعنی تقریبا هر 4 تا معامله ای سه تاش همراه با سوده این استراتژی اس اگر میدادی یه روبات براش انجام بده با اون الگویی که خدمتتون اشاره کردم 21 معامله میزده توی این بازه دیوریشن 90 روزه و خدمتتون عرض شود این با پوزیشن بولیشه یعنی من دارم میگم تو اثبات و لانگ اگر زده بود انقدر چقدر به من باز زیده داده بود 14 درصد حالا بیام جلوتر بگم که خب حالا اتفاقی که میفته میگه که بر اساس این اس ام و 10 اگر استاپ لاس تو بذاری 7 درصد و تک پروفیت تو بذاری 14 درصد حالت اپتیموم شده اس ام ای 5 و 10 برای بیت کوین خب ما یه ردیف رو با هم چک کردیم و خدمتتون ارز شود که من این یه ذره کوچیکترش بکنم که شما بتونی ب... بعدا هم از این استفاده بکنید میایم اینجا روی حالا جالبه این که تو حالت چی بود؟ تو حالت بولیش بود قبلی اگر تو پوزیشن شورت میخواستین همین SMA 5 و ده رو کراسه پنج از بالا یعنی بیایم بریم تو حالت نزول بخوایم پوزیشن بگیریم شما ضرر هم میکردید خب یه قصه شارپ ریشیو احتمالا با شارپ ریشیو نسبت شارپ آشنا باشین ببینید این عدد اگر یک باشه خب مثلا یه چیز معمولیه اگر دو باشه خوبه عدد سه و به بالا باشه عالیه و اگر صفر باشه انگار مثلا شما اومدی استیبل کوین خریدی گذاشتی هیچ مثلا تغییر از آنچنانی توش نداشتی خب من بیام این پرافیت رو بر اساس حد اکثر بیام سرتش بکنم ارزی مثل اوشن اگر با همین اسمه 5 و ده می اومدیم 166 درصد بازدهی داشته فیت 123 ام او بی 122 بی این ایک 108 اینا رتبه هاشم بغلش خورده دیگه 142 مارکت کپ بوده حالا زمانی که شما داریم بررسی میکنیم یه یعنی مقدار شاید اینا متفاوت باشه که ها بدیهیه که باید یه چکی بفرمایید من بیام پایین تر رو ببینیم با همدیگه به چه صورتیه BNX, FX, BET, HBAR, ENJ, BNX, NKR, NAMR, FTM, LSK همینطوری که نگاه میکنید همچنان بازدهی بالا توی سه ماه بازدهی بالای پنجاه درصده و این لیست ها همینطوری که با هم داریم مرور میکنیم میایم پایین میبینیم جی ام تی هم که فکر میکنم ای خاطرتون باشه توکنه بود که راه میرفتیم بهتون ایردراپ ای ای میکرد این هم بالای 50 درصد بازدهی سانتوز هم که خب نمونه ای. آشکاری که خیلی واش درگیر شدن اس سی اچ دش همینطور که میبینید سی آر وی زیل اه فلو اه دیگه دوج کوین 40 درصد بر دوج کوین جالبه با رنگ 13 اگر اس ام ای 5 10 رو 5 10 بزنید تو تایم فریم یک روزه 40 درصد بهت بازدهی داده و اگر نگاه می‌داشتی و میگفتی که خب من کاری باش ندارم شما فقط حد اکثر 5 درصد میتونستی سود بکنی پس ما اون داستان بیت کوین فرق میکنه شارپ ریشو یک و دوه به نظر بهتر اومد ماکسیمم درادانش 8 درصد 55 درصد وین ریتشه 9 تا ترید میتونستی بزنی تو 90 روز گذشته و تو حالت بیریش با اسم ای استاپلاس 2 درصد تک پروفیت 4 درصد واردش بشی بیشترین بازدهی رو میگیری خب هم همینا اسکرول کنم بیام پایین شما حالت های مختلف رو دارین میبینید که حالا می اینور که بازدهیارم ببینید خب مثلا بالای 40 درصد 50 درصد به نظر مثلا شرایط خوبی میاد البته تو بازار اگه شما بتونید تو سه ماه مثلا 30 درصد میگیرید ماهی 10 در درصد به نظرم هم... یعنی تصدی شدهش 10 درصد بسیار هم عالی. این بکتس که انجام شده تو هم بولیش هم بیریش یعنی هر دو حالت رو ما اومدیم در نظر گرفتیم اینجوری نبودی که فقط یه دونه بولیش یا بیریش رو ببینیم که این تصمیم بر اساس سیاست و استراتژی تریدر در نهایت انتخاب خواهد شد من برش گردونم البته خوبه دیگه بر حسن پروفیت پرافیته اگر با هم نگاه کنیم بذاریم من یه ذره کوچیکش بکنم که شما بتونید از ردیف بالاترین که وان بود بعد فیت میبینین 8 درصد و 16 درصد من این سفر رو همینجوری نگه میدارم که شما فکر میکنم میتونید پاز بکنید این اجزاش رو توضیح دادم دیگه در نهایت شما میتونید از بین اینها استفاده بکنید همینطور که می‌بینید بینید هم با 82 درصد با اس ام ای 50 استراتژی عجیب و غریبی هم نیومدیم بزنیم شما فرض کنیم 82 درصد اگر مثلا تو سال بگیری به فرض اه, یعنی خیلی خطی بخوایم حسابش بکنیم یه چیز حدود سود سه برابر میکنه دیگه اون دارایی اگر بخواد تک ارز طرف بیاد یا حالا ترکیب از سبد بخونن خب متفاوته ولی تک ارزش حدود 300 300 دو درصد 3 و دو دهم برابر 320 درصد افزایش خواهد داد خب من یه مقدار سفر رو بیارم پایین تر تا اون 50 درصدی رو با هم ببینیم بیارم روی نگه دارم بعد خب مثلا اینجا فانتوم رو میبینید LRC و لیسک رو میبینید 71 درصد گالا 65 درصد که خدمتون روز 55 پنج پنج درصد روز اگر اونا که قبلا کار میکردن خیلی باهاش درگیر بودن میدونستن اگر ببینید تو پرافیت 5 و ده، اگر رو روز میومدی 55 پنج پنج درصد بود روی اگر نگهش می‌داشتیم میومد پایین اه... یعنی از ابتدای دوره نگه می‌داشتیم اون سه ماه نگه 75 می درصد می‌گرفتی شارپ ریشیو زیر یکه و این نشون میده که خب خیلی این عرضه خیلی نوسانه عجیب و غریبی داره 19 درصد را دانشه و وینریتش هم 57 درصد 21 ترید بعد میزدی 90 روزه و تک پرافیت 16 و استاپلاس 8 ماه آر به 2 در نظر گرفتیم و اومدیم این عددا رو از توش کرد، اپتیمایز کردیم که اگر کسی هم نخواد مثلا بره تو این سراغ این چیزا از این بتونه استفاده کنه من یه مقدار دیگه بیام پایین تر دیگه حالا این 5 درصد و دیگه بیایم تو حدود مثلا دیگه چهل لیگه نگهش داریم دیگه سانتوز تیل ام دش او ای ام, ام جی سی آر بی زیل فلو سی یو اپه و اپم به همین صورت این هم تو رتبه های صد خیلی خوب چهار البته دی بی سی صد یه دفعه استار صد رو صد الان هم که رو پنجه تسبیت شده, شده شده تو حالت اپه را که نگاه کنید جلو تو حالت بولیشه یعنی تو پوزیشن های اسپات و لانگ ازش روب اسم ای ده با تک پرافیت هشت و استاپلاس چهار میشه مثلا با این الگو وارد شد و ازش استفاده کرد خب بعدیه من این اسکرول کنم بیام پایین تر شما حتی میرسی به یه سه همینجور من بیام پایین تر خدمت این بازدهی داره هی کم و کم و کمتر میشه و در نهایت حتی فکر کنم منفی هم ما داشته الان دیگه اومد دو, دو درصد دیگه اینجاها دیگه عملا تو کار مثلا طرف 23 تا ترید بخواد بزنه کارمزش اصلا زیر 10 درصد شاید سر به سرش بکنه و اومدیم توی یه سری ارز دیگه ببینید مثلا اه استیم حتی ریپل که ردیف شیشه اگه با اسم 50 در میزه درصد پرافیت ضرر داشتی و اینکه که 47 درصد وین ریتت بوده بینگزی درامدان 13 درصد و شرف صفره که خب مثلا این همون حالتی که استیبل کنی که خدمتتون گفتم و اصلا دیگه ارزش نداره تو حالت بولیشش بوده و خدمتتون آرزم که همینجوری که بیایم پایین این عددی تا حتی دیگه منفی های بزرگتر هم شد این یعنی اینکه که این استراتژی توی این حرزها ها دیگه جوابگو نیست یعنی به درد نمیخوره یعنی نباید وقتمون رو بابتش تلف بکنیم و بخوایم بریم سراغ یه همچین چیزی این تو تایم فریم یک روزه بود من بیام تو تایم فریم چهار ساعته نگاه کنم چیه خب همونطور که مشاهده میفرمایید عین همون توضیحی که اونور دادم من اینو فریزش بکنم که شما هم بتونید با من این سفر دنبال بکنید رو بیت کوین رو اس ام ای 50 تو تایم فریم 4 ساعته 7 درصد می گرفتیم. اونجا چند درصد بود اگر من اینو برش کردم به حالت قبلی 14 درصد دیلی 14 درصد اینجا 7 درصد 17 درصد می اومده پایین و خ... اه... عرض شود که 90 تا ترید می زده و خب شرایط خدمتون داره میگه 5 درصد و 10 درصد استابلاس تیک پرافیتیشه تو تایم فریم 4 ساعته من برگردم به اینجا بگم خب حالا اینو برای من بیا سورتش بکن از بیشترین به کمترین SCU 95 92 هم تو من اینا رو دوباره بیام برای شما اینجوری نگه دارم که شما اگر لازم بود بعدا بیاین اینا رو یه مقداری به قول معروف اه از این پوزیشن ها رو حالت این میتونیم یه حقی ترش بکنیم که صفحه درست بشه بسیار همالی خب من اینجا نگه دارم به این صورت شما حالا تا حدود 48 درصد رو ببینید اه. HIV, STP, STM, FTM, RNDR اه. خدمت گالا بتا OP این OP اتفاقا یه بازه تو پول هوشمند دیدم که اومد توی لیست ارزایی که خوب توش پول می اومد یه بازه خوب روش کرد حتی یه ویدیو کوتاه هم از پول هوشمند این ساختم حالا داستان اینه که شما میگی خب من این اسامه 50 رو گرفتم رو 4 ساعته یا یک روزش مثلا میگیرم که حالا یه مقدار تایم فریم بزرگتری باشه با چی ترکیبش بکنم آیا فقط مثلا از این استراتژی استفاده کنم من بهتون پیشنهاد میکنم اینا چند تا استخر ببینیم مثلا استخر اول تو این باشه که ارزهایی که پول هوشمند توش اومده رو در نظر بگیرین اگه تو ارزها مثلا چیزی بود که با این استراتژی، یا این استراتژی یا استراتژی بعدی که تو چند تا اسلاید قبلی خدمتون گفتم تطابق داشت چیکار کنی بر اون تو لیست خرید و فروش خودتون قرار بدین این همش وایس لیست من اصلا توصیه خرید و فروش ندارم اینم بک تست زدم تو هم باز زمانی قاعدتا هرچی بریم جلوتر چون تو دیلی دیدیم یه مقدار طول میکشه تا این پترن عوض بشه ولی خب باید در نظر داشته باشیم که اگر الگوی رفتاری بازار یه دفعه عوض شد باید دوباره این تست انجام بشه به خاطر اینکه بتونیم ما بهینه رو به دست بیاریم ضمنا آخر همه این ویدیوها یه ویدیوی دیگه هم خواهیم داشت که تمام این استراتژی ها رو اومدم تو تمام این ارضا بررسی کردم گفتم به فرض تو تایم فریم روزانه کدومش بهترینه برای بیت کوین کدومش بهترینه برای اتریوم و و و ضمنا اومدم فارغ از همه اینا اومدم گفتم که تو چه تایم فریمی به فرض توی بیت کوین اگر معامله کنید یا تو اتر با... معامله بکنید بیشترین بازدهی رو میتونید بر اساس دیتا هایی که بر این اساس حالا استراتژی اس ای ای که من گذاشتم و این سازی کردم بتونید به دست بیارید که خب اینا داده های همونطور که گفتم اه... کم نظیریه که شما بتونید توی سایتی یا جایی ببرین بک با... با... تست بزنید خب میدونید تو تریدینگ ویو شما میتونید بک تست بزنید ولی آردی این پاسخ شما نمیتونید ازش دریافت کنید خب من بیام پایین تر همونطور که مشاهده میکنید دیگه اینجا رسیدیم به 48 درصد و 44 و 45 یه ذره بیام پایین تا حالا اینم توی 4 ساعته بیام مثلا بگیم اگه توی 4 ساعته بخواد به فرض تو 30 درصد هم به ما بازدهی بده بازم یه مقدار قابل قبوله همونطور که میبینید سولو دیگه IMX GMT, IOTX, SKL و ایکس جی ام تی آی ایکس اس و بیام پایین تر همونطور که مشاهده میکنید دیگه فکر میکنم اینجا دیگه،, دیگه کار دیگه جمع شه دیگه همونطور که مشاهده میکنید از این ریت و اینا همه دارین که میتونید رو همه این صفحات هی hey, استاپ بکنید و حالا اگر ارز مورد نظرتون هست دقیق تر ببینید و یادداشت بکنید برای خودتون مثلا ارز کاوا یادم یه مدتی هم خوب تو بازار الان رتبهش 117 این هم 16 درصد داده تو این تایم فریمه که حالا تو تایم فریم دیگه هم باید بیان بریم بررسیش بکنیم خب من اینو بیام بازم پایین تر که شما بازم بتونید از اینا استفاده بکنید فلو آواکس حالا آواکس هم جالبه مثلا 11 درصد تو این تایم فریم 4 ساعته اگه بخوای باش معامله بکنی بهت بازدهی داده بیت کوین 7 درصد داده تو حالت بولیششه سی نیره اینا ارزهایی که خب احتمالا خیلی اسمشو شنیدن هات لونا که حالا برای خیلی رو نقره داخت کرد این لونا تیاریکس همینطوری پایین دیگه رسیدیم به پرافیت های صفر که دیگه اینا یعنی عملا تو چهار ساعته تو این ارزا هیچ جوابی دیگه منفی هاشم به نظر من زیر ده درصد دیگه اصلا کسی نباید ورود بکنه که بعد دیگه حالا بریم ببینیم حد اکثر زیانش بر اساس تایم فریم چهار اس ام و ده. روی 300 ارز اول بازار کدوم ارزها خ... اوه چه های بزرگی هم شد 25 27 29 بیایم پوینت 61 درصد رو فیت بوده یعنی با اون استراتژی که گفتم اگه قیمت از زیر یه روز قبلش بفروش بیا بیرون به این صورت میشه بریم روی یک ساعته رو ببینیم این هم من دوباره فریزش بکنم که شما بتونید بهتر مشاهده بفرمایید این یه خود کوچیش کنیم اینم 90 روزش دیگه بعدی دیگه خدمتون هر شد یه ذره دیگه باید کوچیک شه خب خوبه دیگه اینجا هم همونطور که می‌بینید رو بیت کوین دیگه ضرر داره میده تو یک ساعته اگر با اسمای 5 ده بزنی با اون استراتژی سی درصد ضرر کردی و تو هم... با همین توی تایم فریم یک ساعته بخوای بگیری و نگهداریش 22 درصد زیانش به شارژ 6 صفره و خدمتتون عرض شود که بیایم پا... اه... تا پایینم به همین صورت داره ارزهای مختلف میگه که حالا تو ارزی که اول بازاره مثل خیلی شرط خوبی این استراتژی یک ساعته نداره من بیام سورتش بکنم بر بیشترین بازدهی به به و همین چند ردیف رو داره یعنی اگر روی یک ساعت بی جی ام تی و چای وی و گالا و بی تی سی اس که این البته ارزی یه دفعه رفته تو 265 265 بوده فکر کنم الان خیلی پرت شده حدود 700 800 بعد باشه و همینطوری که بیایم پایین اینجا دیگه من اینجا نگرش دارم دیگه تو همون 18 درصد بخوایم نگه داریم جی ام تی بی این ایکس اچ آی وی که اچ آی وی ای که حالا اس ام ای 50 با استاپ های 4 و 7 و 9 تک پروفیت های 8 و 14 و 16 8 و 14 و 18 بیشتر میزان بازدهی رو داشته و عملا روی بقیه بازار جواب نمیده دیگه من اینو اسکرولش نکنم ببین پایین ببین مثلا 83 درصد ام او بی هفتاد 73 درصد که عملا تو یک ساعت اس ام 5 و 10 جوابگوی نیاز ما نیست و به درد ما نمیخوره پس خیلی قشنگ دیدیم که یک استراتژی توی ارزهای مختلف بازدهی های مختلف میده من بیام روز یک روزش با هم چک بکنیم و از همه مهمتر اینکه به قول معروف چیز نیست برای ما تو تایم فرم های مختلف بازدهی های مختلف میده تو ارزهای هم با شرایطش متفاوت که توی تایم فریم بالاتر یا توی تایم فریم دیلی باز قشنگتری میده تا تایم فریم یک ساعته این در خصوص اس ام بود امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه ویدیوهای بعدی مربوط به بقیه استراتژی ها میشه اگر استراتژی جای دیدین کسی از این در ایکس صد ایکس ها گفته ما رو منشن کنید که ما هم ببینیم چیه و بریم بررسی کنیم سوالی داشتین زیر همین ویدیو تو پست ها بنویسین من جواب شما رو خواهم داد و امیدوارم که بتونه این گرهی از مشکلات تریدرها برداره در نظر داشته باشین در خصوص بک تست و بهینه‌سازی اگر کمک ما بتونیم بتون انجام بدیم در طبقه اخلاص این کار رو انجام خواهیم داد موفق و پرسود باشید خدا نگهدار